حکم جلودار است، بر هامون بتازید. هامون اگر دریا شود از خون بتازید. جلودار رهبر دیگه. فرمان امام خمینی اینه. امام خمینی مانند فرمانده جنگه، اصلا فرمانده جنگه. فرمان امام خمینی این است که بر هامون، هامون دشت و صحرا. دشت و صحرا. هامون اگر دریا شود از خون بتازید. اگر این دشت در اثر ریخته شدن خون مجاهدان این راه، این مسیر به دریایی از خون تبدیل شد، بازم نترسید، بتازید. هامون اگر دریایی از خون شود، یعنی حتی اگر این دشت پر از خون مبارزان شود و در این راه دریایی از خون تبدیل شود، باز بتازید، حمله ببرید. فرض است فرمان بردن از حکم جلودار. فرض یعنی واجب، واجب دینی فرضه. فرض معنی دیگه هم داره که مفهوم حقوقی داره، یعنی سهم هر یک از وراث از ماترک شخص متوفا، اونم میشه فرض. فرض است فرمان بردن از حکم جلودار، یعنی جلودار خب رهبر بود، حکمم فرمان بود، واجب است که از دستور رهبر اطاعت کنیم. فرمان بردن و اطاعت کردن از دستور رهبری واجب است. گر تیغ بارد گو ببارد، نیست دشوار. تیغ مجاز از شمشیره. چرا مجاز؟ برای این که برای این که لبه شمشیر میگن تیغ، همه اجزای شمشیر دسته شمشیر که تیغ نیست دیگه، پس تیغ مجاز از شمشیره، جزئی است دیگه، علاقه جزئیه. تیغ ببارد، استاره مکنیه، تیغ مانند باران ببارد، اغراق داره، مبالغه داره. اگر شمشیر و لبه های شمشیر مانند قطرات باران بر سر شما فرود بیاید، گو ببارد. اینجا کرایه از این که نترسید، بگو ببارد، مشکلی نیست، نیست دشوار، باکی نیست، ترسی نیست، مسیر سختی نیست. پس میگه اطاعت کردن از فرمان رهبر در این راه واجب است، حتی اگر شمشیر و تیر و سنان مانند قطرات باران بر سر ما فرود بیاید، بگو ببارد، اشکال نداره، دشوار نیست، مسیر سختی نیست، ما راه رو در پیش گرفتیم و پیش بینیم. جانان من برخیز و آهنگ سفر کن. الفنون جانان، الفنون نسبت یا شباهت. یعنی ای کسی که مانند جان برای من عزیز هستی، ای برادر دینی که مثل جان برای من ارزشمند هستی، به جان من تعلق داری، منسوب به جان من هستی، من شباهت بیشتر میپسندم. ای برادر دینی که مانند جان برای من عزیز هستی، به پا خیز، قیام کن، برخیز، قیام کن. آهنگ سفر کن. آهنگ کردن اینجا قصد کردن، نیت کردن برای سفر، برای حرکت تصمیم بگیر. گر تیغ بارد گو ببارد، جان سپر کن. اگر شمشیر مانند تیغ و هم بار استاره است دیگه، اگر تیغ و تیر مانند باران بر سر شما ببارد، بگو ببارد، جان را سپر کنید، جان را در مقابل آن قرار دهید. کنایه از نترسیدن دیگه، ایثارگری است، فدا کردن جان. پس تیغ و سپر
اینجا تناسب دارند. تعداد جملاتش اگر دارید جانان من یه جمله، برخیز جمله دوم، آهنگ سفر کنم جمله سوم، گرتیق ببارد جمله چهارم، گو پنجم، ببارد ششم، جان سپر کن هفت جمله. این بیت هفت جمله هست. باید تعداد فعل ها و شبه جمله ها رو بشماریم. تعداد جمله ها برای شمارش جمله در بیت افعال موجود و محذوف و شبه جمله ها رو باید شمرد. شبه جمله شامل صوت هست و منادا. جانان من برخیز بر جولان برانیم. ای کسانی که مثل جان برای من عزیز هستید، به پا خیزید. بر جولان، منطقه مرزی سوریه و فلسطین اشغالی، نام یک منطقه است، منطقه جولان. بلندی های جولان که میگن بلندی هایی است که مرز فلسطین و سوریه بوده که اسرائیل اونجا رو اشغال کرده دیگه. جانان من برخیز تا به مرز جولان برویم، زانجا به جولان تا خط لبنان برانیم. این جولان حرکت همراه با هیجان و بدون مانع جبلان در اصل جناس تام داره دیگه. جولان میگیم دیگه، جولان دادن، کسی جولان میده یعنی هیچ مانعی بر سر راه خود نمیبینه و به پیش میره. اصلا معنی جولان یعنی حکومت کردن، جولان یعنی حکومت کردن. در زبان عربی هر آنچه که حرکت و پویایی رو برساند بر وزن فعلان میارن. هیجان، جریان، دوران، خلجان، این حرکت و پویایی رو میرسونه دیگه. این هم جولانه دیگه، منتها ما در زبان فارسی جولان تبدیلش کردیم، دوران تبدیلش کردیم، جریان تبدیلش کردیم. ما یه دونه حرکت رو انداختیم و حرکت دوم رو در واقع فتح دوم رو به ساکن تبدیل کردیم در زبان فارسی. جریان نمیگیم، دوران نمیگیم، هیجان میگیم البته. خب از آنجا با هیجان و بدون هیچ مانعی تا مرز لبنان پیش برویم، همه سرزمین‌های اشغالی رو پس بگیریم. جانان من، ای کسانی که به مثابه جان مانند جان برای من عزیز هستید، به پا خیزید تا به مرزهای یا بلندی‌های جولان برویم و از آنجا با حرکت همراه با هیجان و شور و نشاط و شعف و بدون هیچ مانعی تا مرز لبنان پیش برویم و همه سرزمین های اشغالی رو پس بگیریم. زانجا که هر سو صد شهید خفته دارد، آن سرزمینی که به هر جا بنگری آثار وجود صدها شهید رو میبینی. آنجا که هر کویش غمی بنهفته دارد، آن سرزمینی که به هر منطقهش به هر محلهش کوی محله و برزن نگاه کنی غم ناراحتی همراه با خود دارد، در خود دارد. جانان من، اندوه لبنان کشت ما را. عزیزان من، ای کسانی که مانند جان برای من عزیز هستید، همون برادران جانی دیگه، برادران مانند جانه. ای کسانی که به مثابه جان من هستید، اندوه لبنان کشت ما را. غم و غصه اشغال بخشی از لبنان و ظلم و ستمی که به لبنان و سرزمین فلسطین شده است ما را کشت. بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را، پشت ما را شکست کنایه است.
دیر یاسین در واقع دو تا اردوگاه در دیر یاسین یک منطقه هست بودن که صبرا و شتیلا. اردوگاه‌های صبرا و شتیلا در یک زمانی به وسیله اسرائیل بمباران شدند و قتل عام آوارگان فلسطینی اتفاق افتاد. اشاره به اون موضوع داره دیگه. پشت ما را شکست کنایه است. داغ کشته شدگان اردوگاه‌های صبرا و شتیلا در دیر یاسین ما را شکست قامت، ما را خمید قامت کرد. پشت ما را شکست. پشت شکستن در فرهنگ فارسی کنایه از ناتوان شدنه. یعنی برادرم که فوت شد کمرم شکست، یعنی مرا توان مرا گرفت، مرا ضعیف کرد، خمید قامت کرد، ناتوانم کرد. باید به مژگان رفت گرد از تور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطین. رفت و رفت جناس ناقص حرکتی است. اغراق داره دیگه. مژگان مژه ها، اون گافه که جای این هنشسته مژگان واجه میانجی دیگه. مژه به اضافه آن، دوتا مصابت که به هم برسند یک واجه میانجی وسط میاد که بهش بگن صامت میانجی یا واجه میانجی که تلفظ رو راحت تر میکنه. باید با مژه ها گرد و خاک را از تور سینین، تور سینا، کوه تور در صحرای سینا، باید با مژه ها گرد و خاک کوه تور در صحرای سینا را پاک کرد. رفتن پاک کردنه، جارو کردنه. باید از اینجا تا فلسطین سینه خیز رفت. کنایه از کار سخت و دشوار کردنه. میگه حتی اگر از اینجا تا فلسطین لازم باشه باید سینه خیز بریم، باید پیش بریم و این کار رو انجام بدیم. جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش. چاووش جلودار سپاهه. کسی که شیپور می نواخته و سپاهیان رو هدایت می کرده، مسیر حرکت سپاهیان و کاروان رو هدایت می کرده، چاووش می گفتن. جانان من برخیز بشنو بانگ چاووش. اینجا استعاره از امام خمینیه. ای برادرانی که مانند جان برای من عزیز هستید، به پا خیزید و فرمان رهبر را بشنوید. آنک امام ما علم بگرفته بر دوش. علم بر دوش گرفتن پرچم مبارزه علیه اسرائیل رو میگه دیگه. پرچم مبارزه را بر دوش گرفته و پیشا پیش سپاه حرکت میکند. پرچم علم پرچم دیگه، مبارزه علیه اسرائیل قاصب را بردوش گرفته و پیش روی و پیشا پیش سپاهیان در حرکت است. پیشا پیش سپاهیان در حرکت است. تکبیر زن لبیک گو بنشین به رهوار. قیدم در حالی که فریاد الله اکبر، تکبیر الله اکبر گفتن دیگه، در حالی که فریاد الله اکبر سر میدهی و به ندای رهبر و به درخواست رهبر لبیک میگویی. لبیک گفتن پاسخ مثبت دادنه. بنشین به رهوار، بر مرکب خیش. رهوار صفت جانشین موصوف بود، اسم مرکب بود دیگه، صفت جانشین اسم، اسب رهوار بود. در حالی که فریاد الله اکبر سر میدهی و به ندای رهبر
پاسخ مثبت میدهی بر مرکب خیش سوار شو. کجا؟ مقصد دیار قدس، همپای جلودار. همراه با رهبری مقصد ما سرزمین قدس است. سرزمین ما همون قدس اشغالی است، باید او رو از دست دشمن خارج کنیم. خب جرس، رحیل، فرض، حرکت همراه با شادی و نشاط، نشاط و هیجان بدون دیدن موانع. اثری از دشمن نبینیم. نقش واژه‌های مشخص رو تعیین کنیم. گاه سفر آمد برادر، منادا، ره دراز است، نهاد، پروا مکن، بشتاب، همت چاره ساز است، مسند. خب سه واژه مهم املایی از متن درس، بیایید معادل معنایی آنها را بنویسید. واژه های مهم املایی فرض رو میتونستیم بگیم که رحیل بود. عرض کنم خدمت شما واژه های مهم املایی اگر بخوایم از اول درس بیاریم، قبطیانه، قبطی همون شاید ایجپت یا ایجپت مصری ها باشن، سامری که خیلی چیز نداره، اهریمن شیطانه، هامون دشت و صحرا فرض واجب. کلمه خاصی برای املا نداره، علم پرچم، وگرنه سه واژه مهم املایی بگم که فرض، علم، بیرق، پرچم، اینم واجب بود دیگه. راهوار، راهوار صفت جانشین اسم، صفت اسب بود دیگه، اسب. اسب راهوار، اسب در اختیار، در اختیار. خب جناس تام، یا عرض کنم جناس تامش جولان و جولان، جناس ناقصش خار و خاره، رفت و رفت، عرض کنم خدمت شما برگ سفر بر باره بستن، کنایه از آماده شدن. مبارزه، علم بردوش گفتن، مبارزه را آغاز کردن و پیشا پیش سپاهیان حرکت کردن. در بیت زید منظور شاعر از فرعونیان و قبطیان و موسی، تو درس عرض کردم فرعونیان حاکمان اسرائیلی، فرماندهان و پادشاهان، به پادشاه که نه، رئیس جمهور و حکمای
اسرائیل قبطیان سربازان تحت امر اونها، موسی امام خمینی بود دیگه. معنی و مفهوم بیت پنجم را به نثر روان می‌رسید که گفتیم تو شعر. آیا میتوان شعر بانگ جرس را نوعی حماسه دانست؟ خیلی از کتابا نوشتم بله. حماسه هر کار مهم و عرض کنم خدمت شما فراتر از عادت معمول رو حماسه میگن امروزه، در حالی که شعر حماسی خودش یه ویژگی هایی داره. ادبیات حماسی اولین ویژگیش اینه که به شکل داستانی باشه، دومین ویژگیش اینه که خرق عادت درش باشه، سومین ویژگی جنبه ملی داشته باشه، چهارمین ویژگی اینه که زمینه قهرمانی داشته باشه دیگه. ما میتونیم اینو بگیم که بله یک شعر حماسی مذهبی است، مذهبی که نه مثلا جنبه مسلمانی داره، اعتقادی، و قهرمان داستان امام خمینی و عرض کنم خدمت شما، ولی به شکل داستان نیست، داستانی به سرایی در پیش بگیریم. اما به اعتقاد من این شعر یک شعره که شعر حماسی و اون دلاوری رو بیاد میاره، ولی زمینه های کامل شعر حماسی رو نداره. خرق عادت که داشتن و فراتر از عادت بودن و آنچه که در افسانه ها و اسطوره ها مطرح میشه نداره. مقصود از مصرع پا در رکاب راهوار خیش دارن یعنی آماده سفر شدند. آماده سفر شدند بر مرکب‌های خیش سوار شدند، آماده شدند که حرکت کنند. تختونگین اینجا سرزمین فلسطین دیگه، که به وسیله اسرائیل غصب شده دیگه، همانطوری که تخت و نگین حضرت سلیمان به وسیله شیطان غصب شد. اما یک ربایی در اینجا مطرح شده: ای کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش، و از تشنگیت فرات در جوش و خروش، جز تو که فرات رشحه‌ای از یم توست، دریا نشنیدم که کشد مشک بر دوش. در وصف حضرت ابوالفضل هست علیه السلام. ای کعبه، منادا محذوفه، ای حضرت ابوالفضل، که کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش است. حسن تعلیل دلیل ماتم پوشیدن خانه کعبه را داغ شهادت حضرت ابوالفضل معرفی میکنه شاعر. قشنگه اما دلیل واقعی نیست. حسن تعلیل داغ و ماتم هم میتونه تناسب داشته باشه. نیلی رنگ تیره، و از تشنگیت فرات در جوش و خروش. این که فرات در جوش و خروش باشه علتش تشنگی حضرت ابوالفضل باشه، اینم حسن تعلیل. آیا علت در جوشان بودن و خروشان بودن رودخانه نیل به جهت تشنگی حضرت ابوالفضل است؟ دلیلی است شاعرانه که شاعر ذکر میکنه، تخیلی است. جز تو که فرات رشحی، رشح قطره، یم یعنی دریا، تضاد دارن دیگه، قطره و دریا تضاد. جز تو که فرات رشحی از یم توست، غیر از این که فرات مانند قطره از دریای وجودی توست، دریا نشنیدم که کشد مشک بر دوش. نشیدم که دریا مشک بر دوش بکشد. تو دریایی از معرفت، از وفاداری، استعاره از حضرت ابوالفضل. تا
تو دریایی از معرفت هستی که مشک بر دوش کشیدی، مشک آب، ولی خودت از آن ننوشتی. گنج حکمت. آسمان با هفت دست گرمون پنهانی دف میزد. نسبت دادن دست به آسمان تشخیصه، استاره مکنیه. اینکه آسمان دف بزنه تشخیصه. هفت طبقه رو میگه دیگه، هفت طبقه آسمان. آسمان با هفت طبقه خیش گرم و پنهانی دف میزد. دف زدن کنایه از شاد بودن دیگه، جشن گرفتن دیگه. رنگین کمانی از شوق و شور. شوق و شور مانند رنگین کمان باشه، تشبیه، تشبیه شوق و شور به رنگین کمان. کلاف ابرهای تیره را از هم باز میکرد. ابرهای تیره مانند کلافی باشن، تشبیه کلاف ابرهای تیره. کلاف در هم پیچیدگیه، نخها رو روی هم میپیچن و یک گلوله یا یک به اصطلاح مجموعی به وجود میارن، اینو میگن کلاف، در هم پیچیدگی. کلاف ابرهای تیره را از هم باز میکرد. کنایه از این که اون شور و شوق، اون رنگین کمان زیبا، کم کم تاریکی ها و تیرگیری ها را از بین میبرد. خورشید در جشنی بی غروب بر بام. جشنی بی غروب یعنی جشنی که انتها نداره، بی انتها، بر بام روشن جهان ایستاده بود. جهان رو به یه خونه‌ای تشبیه کرده که بام داشته باشه، استاره مکنیه. ایستاده بود و تولد جمهوری گل محمدی را کل می‌کشید. کل کشیدن در جشن‌ها و عروسی‌ها، فریاد هلهله شادی از گلو بیرون دادن، کل کشیدن دیگه. تولد جمهوری اسلامی رو دیگه، جمهوری گل محمدی، جمهوری که نام پیامبر را مانند گل، گل سرخ هم میشه گرفت، یا میشه گرفت گل محمدی رو، جمهوری که منتسب به دین پیامبر است. و گل محمدی گل سرخه، میشه ایهام گرفت. تولد یا آغاز جمهوری اسلامی را جشن میگرفت، با شادی سر میداد. 22 بهمن در هیئت روزی شکوهمند. هیئت یعنی شکل. آرام آرام از یال کوههای بلند و برفگیر فرود آمد. یال بلندی هایی که دو طرف به دره ختم میشه، بلندی که در واقع گسل که به هم ببندن، یه بلندی ایجاد میشه که دو طرفش در رس، اون روی اون بلندی ها رو یال میگن دیگه. یال کوههای بلند و برفگیر فرود آمد. در محوطه آفتابی انقلاب، انقلاب را به یک حیاتی تشبیه کرده، محوطه داره، ابدی شد، دائمی شد. و ما در سایه خورشیدی ترین مرد، خورشید مجاز از نورانی، خورشیدی ترین، نورانی ترین مرد قرن، یعنی امام خمینی، به بار عام رحمت الهی راه یافتیم. بار عام اجازه ورود پیدا کردن، عام عمومی، یعنی ما توانستیم که مشمول رحمت الهی به صورت فراگیر، به صورت عمومی قرار بگیریم و صبح روشن آزادی را، آزادی را به یک صبح روشن تشبیه کرده، اضافه تشبیهیه، به تماشا ایستادیم. اندک اندک جلوه های از تقدیر درخشان این نهضت به ملت ما لبخند زد. جلوه لبخند بزنه تشخیص دیگه. حلول این صبح روشن، حلول جا به جا شدن دیگه، آغاز یک زمان و گذشتن زمان دیگر،
آغاز یک زمان نو هست، حلول سال نو، یعنی زمانی به انتها برسد و زمانی دیگر شروع شود. این حلوله. حلول این صبح روشن را بزرگ می داریم، تکریم می کنیم و یاد ایثارگران سهیم در این حماسه سترگ عظیم. سهیم شریک تا همیشه در خاطر خیش به تابناکی پاس خواهیم داشت. یاد همه کسانی که در راه انقلاب، به ثمر نشستن انقلاب و به بیرون رسیدن انقلاب جان دادن، شریک بودن، ایثارگری ها از خودشون دادن، برای همیشه در ذهنمون، در خاطره هامون نگه می‌داریم.